در پژوهش برای نوشتن فیلم نامه دانش کلی فیلم رو پیدا میکنی دانش کلی که ممکنه بر اساس گفتم آمار ارقام منابع مطالعاتی باشه نظرات کارشناسی لازم رو به دست میاری از همه مهمتر اون دوران سر کردن با اون شخصیت‌هایی هست که بایشون روبرو میشی مجموعه اینا به یک شناخت شما رو میرسونه این سر کردن ها یک شناخته من برای پژوهشگری که پرهیز داره که حتی مثلا از رفتن به یک فضای حاشیه شهری از اینکه با وسیله نقلی عمومی بره تعجب میکنم یعنی من فکر میکنم که اصلا خود این نفس به نفس بودن با آدمایی که تو اتوبوس از شهر میرن به حاشیه شهر کسایی که زندگیشون در اونجاست اگر قرار رو زندگی به فرض هاشی شهری یا کار کنین این بخش مهمی از زندگیشونه سر کردن سر کردن و رسیدن به درک موقعیت شخصیت ها بعدا به کار میاد برای نوشتن خود فیلم نامه برای شخصیت پردازی کجا واقعا شخصیت های فیلم از قالب یک ماکت در میان و گوشت و پوست و خون پیدا میکنن اونجایی که شمای نویسنده شمای فیلمساز لایه های مختلفی رو کنار هم گذاشته باشین و یک شخصیت رو از مجموعه اینا ساخته باشین در پژوهش برای نوشتن فیلمنامه، کسی پرسش نامه دستش نمیگیره و بره مثل به فرض یک معمور آمار و یک سری اطلاعات جمع بکنه وقتی که به طرق مختلف واقعا دیگه این راهی نداره من بگم چطور ممکنه که شما دسترسی مثلا به برقراری ارتباط نزدیک با پنجاه تا خانواده مثلا هاشی نشین شهر پیدا کنید کم کم اینا تجربه هایی که آدم رو پیدا میکنه فقط به صرف مجوز و معرفی نام و اینا نمیشه وارد حریم خصوصی آدم ها شد ولی وقتی وارد حریم خصوصی آدم ها میشیم وقتی پذیرفته میشیم فشار مسئولیت هر اسمی روش بذاریم بر عهده ما هست زمانی بوده که در برابر یه همچین موقعیتی ممکنه اون چه که مشخصا به موضوع تحقیقم مرتبط بوده ده دقیقه از حضورم در اونجا بوده ولی چهار ساعت به خودم اجازه ندادم از جان بلند شم چون در برابر اون امکانی که اون خونه فراهم کرده و اون اجازه ای که به من میده که سر سفرش بشینم و از پنهانی ترین لایه های شخصیش زندگیش برام حرف بزنه چون جایی نداره که حرفشو بزنه